سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همینجا کوکتل تیوی، امروز با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. میخوایم راجبش صحبت کنیم. اول بهتون توضیح بدم که داستان چیه. یه ویدیویی رو من تو یوتیوب یکی از بچه‌ها دیدم به اسم روست بیوگرافی از آرش لطفی عزیز، خیلی لذت بردم، باحال بود. یک ویدیویی که جنبه فان داره و خیلی اصلا یه چیز جالبیه به نظر خودم. لذت بردم از اکت و اجرای آرش عزیز و تصمیم گرفتیم که با آرش همکاری کنیم و این ویدیوها رو روی کوکتل تیوی داشته باشیم. اسمش چیه؟ روست بیوگرافی. یعنی قراره که هم روست کنه هم بیوگرافی اون رپر رو بگه و فقط هم جنبه فان و خنده داره، نه جبهه‌گیری و هیچ چیزی. به هر حال همشون برنامه جدی که نمیشه، بعضی وقتا هم با هم بخندیم، راجع به چیزایی که هست بگیم و بخندیم. واقعا ویدیو باحالی شده. دم آرش عزیز گرم. و اینو بگم که من خودم این کارو واسه چند تا از رپ کنا فرستادم، خودشون هم حال کردن و دوست داشتن و باحال بود و به نظرم باحال میشه که ما هم اینو داشته باشیم، با آرش عزیز همکاری کنیم و اینو ببریم جلو. هر هفته یک قسمت ازش پخش خواهد شد. روست بیوگرافی فقط جنبه فان و خنده داره، گرچه که یه کوچولو هم با آرتیست آشنا میشید. البته خیلی دیده اینجوری نره که کامل سیر تا پیازه، یکم کلیه و بیشتر به فان قضیه دقت شده، پس هیچ جهتگیری و هیچ داستانی نیست. فقط میخوایم دور هم با هم بخندیم. این از این. دمتون گرم. مرسی از آرش عزیز که از این بعد زیاد میبینیدش رو این کانال و همچنین همین دیگه. امیدوارم که درک کنن اون فنای تعصبی. بخندیم دور هم، زیاد داستان دیگه اتفاق نیفته. فن تعصبی هم میگم بهتون برنخور، به هر حال تعصب پیش میاد دیگه طرفدارن. خلاصه آقا صحبت زیاد کردیم، لایک و سابسکرایب با این داستانا یادتون نره. لینک اینستاگرام و یوتیوب خود آرش عزیزم توی دیسکریپشن هست که میتونید برید فالو و سابسکرایبش کنید. این از این، برو که با هم ویدیو رو داشته باشیم. آرش لطفی اینجاست با روست بیوگرافی. چی اومده ها؟ ام جی. یعنی معنی اصلش از آخر بازی. من در نمیزنم، میام با لگد، جایی نمیرم، اینجام تا ابد. نرم میرم واسه حل هر چی سختی، ما از اولم با مسائل کله ور میرفتیم. یه سری سهراب مصطفی متولد 19 آبان 1364 از قدیمی ترین و پرهاشیه ترین رپرهای ایران محسوب میشه. سهراب فارغ التحصیل رشته تبلیغات و روابط عمومی هستش از انگلستان. چیرز. سهراب دارای القاب متعددی هستش، از قبیل سلطان دود، سردار شهر، زاخار اصلی، عمو و مصطفی خودکفو که اخیراً با این اسم صداش میکنن. فعالیت سهراب با تشکیل گروه زدبازی شروع شد در تاریخ 1381 در انگلستان. فعالیت سهراب و زدبازی با سبک گنگ شروع شد که مثلا میکشیمتون و اینا. مثلا تونسن با کی مشکل داشتین شما که میخواستید بکشید یارو رو؟ مثلا نهتا معلم شیمیتون رو دوست نداشتیم. شاید هم دوست داشتی. اولین ترکی که از زدبازی جز ماندگارترین ترک های تاریخ رپ فارسی شد اسمش تابسون کوتاه بود که سهراب ام جی توش نیست. پس من اینش رو اینجا گفتم. ولی با این حال ما نمیتونیم نقش سهراب ام جی رو در قدرتمند شدن زدبازی انکار کنیم، با اینکه اون خودش رو بیشتر کاسب میدونه تا آرتیست. یعنی شما ببین با این حجم از شهرت رفته سفره خونه زده تو نیاوران. چیرز. البته از حق نگذریم، سهراب با آرزوی خودش هم که تو یکی از آهنگا گفته بود رسیده بود و اونم این بود که میخوام پول درارم من از راه رپ، که پولدار ترشم از جراح قلب. نه با کنسرت، نه با پیش فروش آهنگ، با فیتو پولی. در رابطه با فیت پولی میشه به اخلاق حرفه‌ای عمو سهراب اشاره کرد، چیزایی از قبیل مشخص بودن قیمت، میدون دادن به جوونها و گارد نداشتن نسبت به سبکای متفاوت. به عبارتی میشه اینجوری گفت که سهراب اگه پولشو بدی فیتو میده. حالا میرسیم به بخش جذابش، دیس و دیس بازی ها. دیس و دیس بازی ام جی رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم، قدیم و جدید. ایول دیس های قدیمی که به ام جی میدادن بیشتر توش میگفتن تو چرا پول داری؟ بسیار با پای و اساس بود این دیس ها، چرا پول داری؟ ولی الان بهش میگن چرا وصلی. تمامی این دیس ها با تماس شروع شد. چه همتون میدونید چه تماسی رو میگم. درسته به سهراب نبود، ولی بعدش سهراب اومد بالا خوابازی داداشتوری و اینا وارد قضیه شد و دیگه تا همین الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ادامه داره. قابل قابل کش قابل بابل. همونطوری که قبلش هم گفتم دیسایی که الان دارم به ام جی میدن در رابطه با اینکه تو چرا وصلی. چون ما میتونیم رپ فارسی رو به دو دسته تقسیم کنیم،
کسایی که فکر میکنن سهراب وصله، کسایی که فکر میکنن سهراب وصل نیست. کسایی که فکر میکنن وصل نیست، بچه های زد بازی، اپیکور، شایه، که خود این دوتا هم اصلا وصل نیستن. بقیه رپ فارسی میگن که وصلی. داستان وصل بودن ام جی از رفتنش به راهیان نور شروع شد، که به نظر خود من خیلی چیز طبیعیه، همه میرن. شما نرفتی؟ بعدش اومد واکسن برکت زد و رفت انگلیس. چجوری با واکسن برکت رفت انگلیس؟ فایزر زدی؟ آفرین. همه اینو گذشت، داستانش با من و تو شروع شد، که من و تو به سهراب میگفت آهنگاتون زن ستیزانه است و آهنگاتون به زنها توهین میکنید و چیزای شبیه به این. شما باورتون نمیشه این آهنگا چقدر زن ستیزانه است. یعنی توی این مهمونی ها رو میبینی دختره به حدی به هم میریزه این کلماتو میشتفه، عربده میزنه اون وسط و میخونه با این آهنگ و اینا. بغل هم نمیره بغیر ببینید. و این شروع درگیری های زدبازی و ملتفت بود. چه کس بهش گفت چرا نمیری وزیر ارشاد نمیشی؟ فدایی هم اومد بهش گفت مصطفی خودکفه املتی داری فلان داری و اینا، که این دیس و دیس بازی هم هنوز همون نشده. یعنی میشه گفتش که سهراب سلطان شروعه، خیلی برای پایان چیزی در نظر نداره. البته یه نکته دیگه هم هستش، این دیس و دیس بازی رپ فارسی کلا تو همه پلتفرم‌ها هست. تو توییتر دیس میدن به هم، تو یوتیوب هم دیگه دیس میدن، تو آهنگاشون هم دیگه دیس میدن، تو همه جا. ولی درو در رو اصلا به هیچ عنوان، فقط مجازی، گنگا مجازی هن. و اون مطلب آخر، یه نقدی که خیلی به سهراب ام جی و بچهای زد بازی وارد میکنن اینه که شما همش دارید در رابطه با مواد و دختر و چیزا میخونید، ولی اونا میگن نه، ما به مردم امید میدیم که اگه اون 500 کیلو مواد مخدری که از اول شروع فعالیتشون تا الان خوردن و فاکتور بگیریم، تو بعضی از آهنگاشون واقعا دارن امید میدن. شما این آهنگ الان گوش دادی؟ میگه صدا آژیرا رو نشنیدم. یعنی چی؟ یعنی که این پنجره ها به قدری دوجه داره و خوبن، شما اصلا نیازی نیست نگران صدا باشی، یه امید بهت میده که آرامش تو خونه ها هست. این یک. دو، میگه اگه بریزنم کش میدم. یعنی چی؟ یعنی که آقا خیالتون راحت نمیشه، تمامی این پلیس ها فاسدن و با پول میرن. این نهایتا یه 20 دقیقه گپ میفته وسط مهمونی، بعدش ما ادامه میدیم و سرشار از امید میکنه آدم وقتی انگوشو گوش میده. خب بچه، امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. این اولین قسمت از روست بیوگرافی بود. هر چیزی که بودش، نه جپی داریم نه جناحی داریم، صرفا سعی میکنیم خورده متفاوت یک محتوایی رو بسازیم. و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظرتون رو کامنت بذارید و برای حمایت از من چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید. مراقب خودتون باشید، چند روز دیگه میبینمتون. چاک چاک.